سلام، علی هستم. به کانال سکوت خوش آمدید. در ویدیو امروز قراره با هم بریم به شهر آستین در ایالت تگزاس آمریکا، جایی که در سال 2014 دو جنایتکار بزدل به طور وحشیانه جون 3 نفر انسان بیگناه رو در خواب گرفتند. جنایتکارهایی که وقتی سوابقشون بررسی شد، حتی به ذهن پلیس جنایی آمریکا هم این فرضیه خطور نمی‌کرد که همچین انسان‌هایی توانایی ارتکاب چنین قتل‌های وحشتناکی رو داشته باشند. البته یکیشون. در قسمت شمالی شهر آستین محله‌های کوچیک و آروم و امنی وجود داره که تاماراک تریل یکی از همون محله هاست. محله‌ای که به دلیل طبیعت زیبایی که برخورداره به راحتی میشه حیواناتی مثل آهو رو در کوچه هاش دید و جایی که اولین قربانی این ماجرا یعنی کفی بلیر 53 ساله به قتل رسید. در اصل کفی اهل کالیفرنیا بود و برای فعالیت در زمینه موسیقی به آستین رفته بود و در اونجا به عنوان مدرس موزیکال مشغول به کار بود. او 2 بار ازدواج کرده بود و از 2 ازدواج صاحب 2 فرزند به نامهای هانا و جوزف بود. در اولین ساعات بامداد روز 6 دسامبر سال 2014 اتفاق وحشتناکی برای اون زن افتاد. در اون شب شوهر کفی آقای جو در نیروی دریایی بود و پسرش جوزف هم پیش مادرش کفی اومده بود، ولی اون شب برای شرکت در یک مهمونی به دیدن دوستاش رفته بود و وقتی که در بامداد روز 6 به خونه برگشت با صحنه‌ای وحشتناک مواجه شد. جوزف بلا فاصله با پلیس تماس گرفت. I think my mom is dead. There's a lot of blood. He's broken. He killed my mom. Joe, what's your mom's name? Her name is Kathy Blair. بله، واقعا شوکه کننده بود، چون اون محله به دلیل امنیت بالایی که داشت در بین اهالی شناخته شده بود. پلیس خیلی زود تحقیقاتش رو در رابطه با قتل کفی آغاز کرد. کفی در اتاقش روی تخت خواب غرق در خون افتاده بود و به نظر می رسید که قاتل با وارد کردن ضربات چاقو به گلوی اون زن او رو به قتل رسونده بود. در تمام کمدها باز شده بودند و کشوهاشون بیرون کشیده و خالی، و در همون نگاه اول می شد تشخیص داد که انگیزه قاتل در مرحله اول سرقت بوده و بعد از اون قتل. اما خب قاتل به غیر از جای یک رد پا از خودش هیچ سرنخ دیگه باقی نگذاشته بود که پلیس بتونه او رو ردیابی و شناسایی کنه. روز بعد در کمال ناباوری وقتی که خبر قتل کفی رسانه‌ای شد، یکی از همسایه‌های او با پلیس تماس گرفت و گفتش که شب گذشته به طور اتفاقی تصاویری رو ضبط کرده که به نظر میرسه فردی که در اون تصویر دیده میشه قاتل باشه. تصاویر رو با هم ببینیم. بله، اون مرد حدود ساعت 1:30 بامداد زمانی که داشت دوربین شکاری جدیدش رو امتحان میکرد متوجه شده بود که فردی قد بلند از ماشین پیاده شده بود و به سمت خونه کفی رفته بود. اما خب در اون لحظه به هیچ وجه به این فکر نیفتاده بود که اون مرد برای سرقت و یا کشتن کفی به اون خونه میره. تصاویری که او در اختیار پلیس گذاشته بود خیلی با ارزش بودن، ولی درست زمانی که پلیس داشت روی اون تصاویر و پرونده قتل کفی تحقیق میکرد، 9 روز بعد 2-3 تا کوچه اون طرفتر یک زوج سالمند مهربون و دوست داشتنی به نامهای سیدنی و بیلی 85 ساله دقیقاً همانند کفی به طور وحشیانهی به قتل رسیده بودند و تمامی جواهراتی که اونا در خونه نگهداری میکردند هم به سرقت رفته بود. قاتل بعد از سرقت جواهرات و کشتن اون زوج سالمند با بیرحمی کامل چاقوش رو در چشم اون زن فرو کرده بود و بعد از اونم اونجا رو ترک کرده بود.
سیدنی و شوهرش در دوران جوانی در دانشگاه تگزاس کار کرده بودند و تقریباً 30 سال بود که بازنشسته شده بودند. اون دو در مدت زمان 64 سالی که با هم زندگی می کردن از هم صاحب 3 فرزند، 3 نوه و 3 نتیجه شده بودند. ولی خب در کمال تأسف سرنوشت پایان بسیار وحشتناکی رو برای اونا رقم زد. در صبح روز 15 دسامبر وقتی که پرستارشون مثل همیشه برای رسیدگی به اونا به خونهشون رفته بود، بعد از مواجه شدن با بدن غرق در خون اون دو، گزارش به قتل رسیدنشون رو به پلیس داد. مأمورین پلیس بلافاصله تحقیقاتشون رو در رابطه با نکات مشابه بین قتل کفی و خانواده شلتون شروع کردن. اما خب بازم بدون کمک همسایگان پلیسا موفق به پیدا کردن هیچ سرنخی نشدند. یکی از همسایه‌ها میگفت که مردی رو میشناسه که گهگداری برای زدن چمنهای خونه کفی به اونجا میومده. مردی که به قول آمریکایی‌ها بهش میگن a piece of shit. اون مرد عجیب و غریب اسمش تیم پارلین بود و 30 سال از زندگیش رو هم پشت میله های زندان سپری کرده بود. اما نه برای قتل. او در گذشته بارها و بارها به دلیل خرید و فروش مواد مخدر، حمل اسلحه غیر مجاز، خرید و فروش خودروهای سرقتی و از همه مهمتر سرقت جواهرات که میتونست فرضیه قاتل بودن اون مرد رو قوت ببخشه دستگیر شده بود. و شاید هم به خاطر همین بودش که او به عنوان یک باغبان برای خونه های اون محله کار میکرد تا بتونه از وضعیت مقدار جواهراتی که اونا در خونه هاشون نگهداری میکنن اطلاعاتی رو کسب کنه و سر یک فرصت مناسب اونا رو بدزده. پلیس خیلی زود برای بازجویی تیم رو احضار کرد، اما خب اون مرد خیلی خوب میدونست که با پلیس چطور صحبت کنه. او خیلی راحت پلیس ها رو گمراه میکرد، ولی از شانس بدی که داشت وقتی که پلیس با همسر او صحبت کرد، همسرش گفتش که تیم هم کفی و هم خانواده شلتون رو به خوبی میشناخته چون برای اون دو خانواده در گذشته باغبونی کرده بود. همسر تیم به پلیسا اجازه داد اتاقی رو که اونا درش زندگی میکردن رو بررسی کنن و اونجا بودش که پلیس به یک مدرک خیلی مهم دست پیدا کرد. در اتاق تیم یک فاکتور فروش جواهرات وجود داشت که اون جواهرات تمامش متعلق به کفی بودند و درست در تاریخ به قتل رسیدن کفی به فروش رفته بودند. حالا پلیس دوتا مدرک عالی برای بازداشت کردن اون مرد در دست داشت. یکی همین فاکتور فروش جواهرات و دومی فیلم ضبط شده توسط اون دوربین شکاری. در اون فیلم یک ماشین سواری دیده شده بود که اون ماشین سواری شباهت زیادی به ماشین خواهر تیم داشت. پلیس بلافاصله به سراغ خواهر تیم رفت و شروع به بررسی ماشین اون زن کرد و در اونجا بود که آخرین مدرک نهایی این جنایت هولناک پیدا شد. درست زیر صندلی قسمت مسافر ماشین مقدار زیادی خون وجود داشت که آزمایشات مشخص کردند که اون خون خشک شده خون کفی بود. بله، درست زمانی که به نظر می رسید قاتل پیدا شده، این ماجرا ابعاد بزرگتری رو به خودش گرفت و پیچیده تر از اون چیزی شد که پلیسا حتی می تونستن بهش فکر کنن. تیم ادعا می کردش که او قاتل نیست و در اصل قاتل اصلی شخصی به نام شان گانت ماناکازه است، شخصی که بک‌گراندی کاملا متفاوت با تیم داشت. شان هیچ سابقه کیفری در گذشته نداشت. در حقیقت اون مرد یک مرد تحصیل کرده بود. او مدرک کارشناسی ارشد در ماکروبیولوژی داشت و در یک دبیرستان به عنوان دبیر علوم مشغول به کار بود و در فضای مجازی هم او به عنوان یک فرد متشخص شناخته شده بود. اما خب از اونجایی که تیم او رو قاتل اصلی خطاب کرده بود، پلیس خیلی زود شان رو برای بازجویی احضار کرد. شانم گفتش که اصلاً تیم رو به درستی نمیشناسه و تنها رابطهش با اون مرد به دلیل اینه که خواهرش با بچه خواهر تیم چند وقتیه که رابطه دارن به عنوان دوست پسر و دوست دختر و قبول کردش که در روز حادثه با تیم بوده. Tim Carlin, the person that we believe committed the murder.
او ادعا میکرد در شب حادثه برای سرقت جواهرات از کفی به همراه تیم رفته بود، ولی از ماشین پیاده نشده بود و درست بر روی همون صندلی خونی هم نشسته بود. وقتی که پلیسا ازش علت خونی بودن صندلی رو پرسیدن، او در پاسخ گفتش که تیم با یک کیسه جواهرات از خونه کفی بیرون اومد که اون کیسه خونی بود و اون کیسه رو هم دقیقاً جلوی پای او گذاشته بود. اما خب پلیسا با بررسی دقیق فیلم‌های ضبط شده اون دوربین شکاری متوجه شدن که راه رفتن اون فرد تو فیلم بیشتر به شان شباهت داشت تا به راه رفتن تیم. یعنی تمام چیزهایی که شان تا اون لحظه داشت میگفت داستانی بیش نبودند و حقیقت میتونست چیز دیگه ای باشه، چون رد پایی هم که در محل قتل به جا مونده بود کاملا با کتونی های شان مطابقت میکرد. خلاصه او در بازجویی های تخصصی پلیس زیاد نتونست طاقت بیار و لب به یک اعتراف وحشتناک باز کرد. You know, I mean, obviously something happened. I didn't say anything about it. And I didn't want, you know, to get caught up in this. She woke up, she lunged at me, grabbed the knife, started trying to wrestle it out of my hand. And then it was a struggle. And I stabbed her in the neck. I didn't even want to do it. I was just, it was... شان میگفت که تیم بعد از فروش جواهرات حتی 2000 هم به او نداده بود. به هر حال او به جرم قتل درجه 1 بازداشت شد. بله، شواهد نشون میداد برعکس اون چیزی که همه فکر میکردند، در اون شب تیم راننده بود و قاتل اصلی کفی شان بودش. ولی هنوز مشخص نبود که کدومشون خانواده شلتون رو به قتل رسونده بودن. اما شباهت هایی که بین دو حادثه وجود داشت بر این دلالت داشتش که شان میتونست قاتل اون زوج سالمند هم باشه. The possibility of being murdered by a stranger is very low, and that's why these violent crimes and these violent homicides has really shaken the foundation of our community. Ben Alcazar has been charged with capital murder for the murder of Kathy Blair. Investigators further believe that Timothy Parlin and Sean Gantman Alcazar were actively involved in the burglary of the Sheldon's home and the deaths of Billy and Sidney Sheldon. وکیل شان ادعا میکرد که در صبح روز بازجویی ها شان به دلیل خستگی از قرص خواب استفاده کرده بود و تمام اعترافاتش هم به دلیل رهایی از شدت بازجویی ها بوده. او به هیچ وجه نمیتونه یک قاتل باشه. به هر حال تیم و شان با کمک وکلاشون سعی میکردن که قتل ها رو به گردن نگیرن. شان میگفت تیم قاتله، تیم هم میگفت که تمام قتل ها رو شان انجام داده. اینه هو دو مرد بزدل که جرأت قبول کردن جرمی رو که مرتکب شده بودن رو هم نداشتند. Guilty on all counts related to capital murder. That's what a jury handed down today for Timothy Parlin after less than 3 hours of deliberating. Parlin faced 5 charges of capital murder for the deaths of choir teacher Kathy Blair and an elderly couple, Sidney and Billy Shelton. دادگاه اون دو جنایتکار به دلیل جمع‌آوری اطلاعات دقیق و بررسی آزمایشات DNA چیزی حدود 4 سال طول کشید تا اینکه در نهایت هر دوی اونا به عنوان قاتل شناخته شدند و حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط برای هر دوشون صادر شد. اما خب سوالی که همیشه برای همه بی جواب موند اینه که مردی مثل شان که سابقه کیفری به هیچ وجه نداشت و از تحصیلات بالایی هم برخوردار بود و شغل خوبی هم داشت، چطور میتونست پتانسیل یک قاتل سریالی شدن رو داشته باشه؟ اما خب در نهایت با شنیدن جزئیات این پرونده وحشتناک این رو میشه متوجه شد که نگهداری جواهرات توی خونه میتونه چقدر خطرناک باشه.